کیمیا عطار هستم. از اینکه امروز به اینجا آمدیم و شاهد پایان سال تحصیلی کلاس فارسی هستید، از شما تشکر میکنیم. ما برنامه را با سرود ای ایران شروع میکنیم. Thank you.
افزایش شروع می کنید. نتیم نجفی، رایان حباب، یکتا علی و علی رضا علیمی، نتیم تایس، بیان رو صحنه. دوریا نجفی، آترینا، رایان و رایان و موریان عربیان. Thank you.
Thank you.
شاهروفی، آقای دکتر راد و خانم مینا عبداللهیان تشکر میکنیم. جوایز شامل: نفر اول 300 دلار، نفر دوم 250 دلار، نفر سوم 200 دلار، نفر چهارم و پنجم هر کدوم 100 دلار و بقیه شرکت کنندگان نفری 50 دلار جایزه می‌گیرند. تلاش 25 سال فعالیت کلاس فارسی به صورت کتاب به فروش می‌رود. لطفاً با خرید این کتاب خاطره‌انگیز ما را حمایت کنید. برنامه را با پریا عطار شروع می‌کنیم. ببخشید، لیلا شروع می‌کنیم. لیلا، تارا و ایده. پیروزه یک سنگ آبی سبز است که ترکیبات آن از مس، فسفر، اکسیژن، هیدروژن و آلومینیوم می‌باشد. این سنگ در طول هزاران سال گذشته به شکل یک جواهر ارزشمند مورد توجه جهان بوده است، به طوری که مصنوعی آن را هم ساخته اند. در قرن 17 اولین بار این سنگ از ترکیه وارد فرانسه شد و اسم ترکوئز که از واژه ترکیه میآمد به آن داده شد. ولی اصل این سنگ از نیشابور در استان خراسان ایران و مکزیک و آرژانتینا میباشد. فیروزه از اولین سنگ‌هایی است که به صورت معدن مورد استفاده شد. قرار گرفت معدن فیروزه در سرزمین‌های خوش پیدا می‌شود. بیشتر این معدن امروزه تقریباً خالی شده است. ایران از 2000 سال پیش مرکز اصلی فیروزه بوده است. از رنگ آبی فیروزه‌ای برای بسیار بیش از ساختمان‌های ایران مثل گنبد استفاده شده است. رنگ آبی سمبول بکشته روی زمین است. فیروزه در اصل آبی است، ولی موقعی که به آن گرما داده می شود به رنگ سبز در می آید. مرسی. کمتر فارسی زبانی است که با افسانه سیمرغ آشنا نباشد. با این همه داستان، سیمرغ به شاهنامه فردوسی محدود نمی شود. یکی از داستان های سیمرغ پندار مرغان نوشته عطار است. سیمرغ عطار با سیمرغ شاهنامه بسیار فرق دارد. در شاهنامه سیمرغ پرنده ای افسانه ای است که گاهی به کمک زال و رستم می آید. در داستان پندار مرغان سیمرغ نشانه تن است. مرغان همگی
کنید. در این میان پوکوف رانمای مورگان می شدن. آنها به سوی کوهگاه که خانه سیمور گرد می روند. برای رسیدن به سیمور بیان به سختی از هفت دفتی گذرند. این هفت دفت به این ترتیب است. طلب، اخ، معرفت، رها بودن از خواسته ها، دوری، درد، دفتر. در اول را بیشتر مرگان ها کدام به دلیلی نمی خواهد که این راه دشوار را بروند خود خود سایر مرگان را به ادامه را تشویق می کند. مرگان در این راه سخت از هفت دشت رد می شدند. در هموار درس جدیدی یاد می گیرند. پیشتر مرگان از پا گرد می آیند. ولی باقی مرگان ایمانشان به خدا و کیسه خودشان بیشتر می شود. در آخر از میبانه آن همه پرنده فقط سیمور با فامی می ماند که به سرزمین سیمور می رسد. پس دشت هفتم زیر سیتا از مرگان به کوهگاه رسیدند. زنی آنها به جای سیمور سایه خود را می بینند که نتمانانده یک مرگ بزرگ زگردی است. پس مرگان می فهمند که در ماهی سیمور خود این سیمور پایه هستند که بعد از گذشتن از هفته سیمور شدند و با همه هم دستگی دارند و به خدا ایمان دارند. امیدوارم دوست داشته باشیم. Thank you.
29 cities for men. For a kind heart of a majestic bird named Seymour had her nest on top of the summit. Upon that mountain, the child was placed in the band. The little child was left behind. All day and night he lay without shelter, and for feeling starved, he stuffed his own fingertips and cried. A long time passed by. Now, when Samorg's chicks grew hungry, she flew from her nest and caught sight of a baby weeping. The earth around him appeared as ocean in storm, and his lips would dry any milk, while above him blazed the sun. Had he been deep in his father, he would have sheltered him from that sun. But while Samorg, staring in shock at the little human infant, with the tears of blood oozing from his eyes, God the generous carried the child and granted him hope for the continuation of his life. Spare the baby and treat him like a brother. Seymour fed her milk to the infant and picked out her own prey to nurse the child that was abandoned by his own father. Years passed by, and the child was taught much wisdom by the loving Samorg, who captured all the knowledge in the world. And soon she knew it was time for him to rejoin the world of men. God had selected Samorg for a greater mission, to be more than just a mother bird, or better than a human father. God has selected Samorg for as a hero, a noble human being. This heavenly bird interfered in the affairs of men by nourishing the child and raising him among her young, as his father had cast him out. Tora daye gabur shayesti, pasi pahlevani chibayesti. A long time went by, then a caravan crossed the road and saw a noble, young, strong man in a bird's nest. Rumor of this remarkable news filled the land and finally reached stop, for neither good nor evil can be hidden and discussed forever. And put it into the heart of Seymour to look down. Oh, you who have shared this nest, I have loved you and been a mother to you, for your father has cast you out. But the time has come to separate us, and I must give you back to your people. For your father, son of the hero, Pahlavan of the world, greatest among the great, has come to seek his son, and glory is awaiting you beside him. Are you tired of me, or am I no longer fit to be your son? You know your nest is a throne to me, and your sheltering wings are my parents. To you I owe all that I am, and you are once my friend in need and my savior. I do not send you away for hatred, oh my son. I would keep you beside me forever. But another destiny has been meant for you. Go forth, therefore, my son, and try your destiny in the world. But you must remember the mother that has shielded you and raised you between her little ones. Bury with these feathers from my chest. And in me, cast it in fire, and I will come like a cloud and protect you from danger. Your beauty is splendor. You have strength of an elephant. O shaw of birds, O bird of God,
wicked. I am grateful forever. There is no faltering perfection in him, save only your silver locks. He is worthy of the crown. Oh, my son, open your heart to this worst servant of God, and I promise to you in the presence of him that never again will I harden my heart to you, and I'll give you what بیا به صحنه. سلام، من ملیکا پیری هستم و در مورد تاریخچه نوروز و استان زنجان شهر اپر میخوام حرف بزنم. به نام ایزد دانا، تاریخچه نوروز. یکی از معروفترین و قدیمیترین جشنهای ایرانیان نوروز میباشد. قدمت آن به 3000 سال میرسد. نوروز یعنی تولد دوباره بهار و روشنایی ها با اولین روز بهار آغاز می شود. تاریخچه آن به تمدن بین النهرین برمی‌گردد. سومریان زمانی که از کرانه های دریای کاسان یا گیلان به سرزمین رودان مهاجرت کردند. در شهر گورک کهن‌ترین سند تاریخی خود را بر جا کردند گذاشتند که گلدان پایداری از سنگ مرمر بوده که نمایانگر جشن بهار با نقش‌های سبزیجات و میوه‌های نوبرانه بوده است. همچنین عکس‌های مبدان با لباس بلند و کوزه‌های شراب و تعدادی کوسه‌فند، گندم، جو به ایزد بارمه ایننا. این اثر باستانی با جشن نوروز که در سال قبل و بعد پایان سده کوروش و دایش هخامنشی در پارس شهر برگزار می‌کردند مسابقت دارد. جشن نوروز در دوره هخامنشی دنباله جشن نوروز نخستی مهاجران از کرانه های کاسان به سرزمین رودان است. بعدها جمشید شاه به عنوان جشن ملی غیر مذهبی به صورت نماد ملی ایرانیان برگزید. برای اولین بار در پاسارگاد در سال 537 PM برگزار کردند که نخستین پایتخت هخامنشی نمونه این جشن ها را سنگی نقش شده است. بنابراین نوروز قدمت دیرینه ای دارد. زرتشتیان نوروز را به نام فروردگان می نامیدند. هر سال نوروز را جشن می گرفتند و آنها به نام آغاز زندگی دوباره و تمام شدن سال نگاه می کردند. با توجه به نظر مورخان تاریخچه نوروز را به
آینه زرتشتیان می توان پیوند داد. مراسم نوروز در استان زنجان. یکی از باشکوه ترین عیدهایی که در استان زنجان برگزار می شود نوروز است. من یکی از شهرهای این استان، شهر اپر را انتخاب کردم. شهر اپر در نزدیکی اتوبان تهران و تبریز قرار دارد. شهر با طبیعت زیبا با مردمان مهمان دوست می باشد. مراسم نوروز در گذشت 40 روز پیش تدارکات عید آغاز می شود. شخصی به نام سنم نوید بهار را در کوچه و بازار می‌دهد. با زدن دورنا و ساز و بوق و دهل، همچنین با دادن نقل، کشمش، انار، به، سیب به هر خانواده می‌داد. مردم این را به فال نیک می‌گرفتند که سال خوبی در پیش به خود داشته باشند. از مراسم دیگر رایج سمنپزان بوده که در دیگ‌های مسی بزرگ به اندازه 7 دیگ در محله به نام مسلا جای خیلی بزرگی در درست می کردن. تقریبا 20 روز به عید مانده آن را در روی اجاق‌های زغالی و چوبی می‌پختند، ولی امروز روی شعله‌های گاز درست می‌کنند. زنان و مردان با پاروهای چوبی بر بزرگ به هم می‌زدند. طول پخت 24 ساعت وقت می‌برد. برای برآوردن حاجت خوشیونی کسانی که نظری داشتن آن را به هم می زدن. از مراسم مهم دیگر نوروز هفتین بوده که قدیم در شهر اپر هفتین متداول بوده است. مثل نو، نارنج، گلاب، سیب، کشمش، سیب و تا به هفت سین تغییر یافت. از مراسم دیگر رایج دخترهایی که نامزد بودند، خانواده داماد شب عید تدارکات خونچه می دیدند. در 7 تا سینی که به نام مجمع بوده ترمه زیبا آراسته، انواع خوراکی در آن گذاشته، از قبیل شیرنی، گل، آینه، بوغلمو، برنج پخته، ماست، فسنجون، غیر همچنین طبعی با پشم سفید، دستمال ابریشم به دگردن، پیشانی و آینه به پیشانی زده، حنا به بدن آن گذاشته را برای خانواده عروس می آوردن. فردای عید خانواده داماد دوباره به دیدن عروس آمده و سکه پهلوی داده دیدنی می‌رفتند. بچه‌ها تخم‌مرغ رنگی و با جوراب
هم هدیه میگرفتن. بعد از چند روز خانواده عروس چیزهایی که آورده بودن را درست میکنن. آنها را به ناهار دعوت میکنن. مخصوصا در دفعه در بیشتر مهمانی صورت میگیرد به نام پرک، یعنی دور هم جمع شدن. ولی این سنت های قدیمی دیگر رنگ و بوی خود را از دست دادند. امروز به صورت مدرن و ساده برگزار می شود. با کمال تشکر از خانم ملک و اعضای کانون و کلاس فارسی. تاریخچه نور. مراسم نوروز در استان زنجان شهر اول. خود زنجان هست و برتر نوروز هست. سفره سنتی هفت‌سین. حاجی فیروز و سلم خبر نوید بهار را در کوچه و بازار می دادند. حاجی فیروز شیرینی و سیب و به پخش می کردند. مراسم سمن‌پزان در شهر اول. رقص سنتی نوروز. سفره هفت‌سین مدرن. یک شعر در مورد نوروز. امیدوارم مثل ماهی زنده، مثل سبزه زیبا، مثل سمن و شیرین، مثل سنبول خوشبو، مثل سیب خوشرنگ و مثل سکه با ارزش باشید. و یک موزیک آذری در زنجان. مرسی ملیکا. در این زمان برایتون موسیقی جان مریم و هوای طلایی را میزنیم و بعد از آن گوهر حکیمی پور و کیارا پیری پروژهشون را ارائه میدهند. Thank you.
رفت تا
خانش بر سرزنان. مهمانان عزیز سلام، من میخواهم یک پروژه‌ام را برایتون تعریف بدم در مورد استان گیلان. استان گیلان یکی از استان‌های معروف شمال ایران گیلان میباشد. به دلیل برخورداری از طبیعت زیبا و میراث فرهنگی و تاریخی از قطب‌های گردشگری ایران به شمال می‌رود که سالانه 5 میلیون گردشگر را از سراسر کشور جذب خود نموده است. جاهای دیدنی آن ماسوله، قلعه رودخان در هومن، لاهیجان و آستارا را میتوان اشاره کرد. منطقه گیلان دارای بارش فراوانی میباشد. به خاطر آب و هوای معتدل، کشاورزی توسعه فراوانی داشته است. از مهمترین محصولات کشاورزی آن برنج، چای، بادام زمینی، زیتون، کیوی، تنباکو و فندق می باشد. گیلان در زمینه تولید برنج مقام دوم را در ایران داراست و محصول اصلی کشاورزی گیلان برنج بوده است. تقریباً زمین‌های قابل آبیاری شالیزارند. برنج‌کاری در همه مناطق وجود دارد. ولی از دلتای سفید رودخان بین لشت و نشا، درشت و تالش و دولاب شالیزارند. تنها 52% زمین‌ها به کشت برنج اختصاص داده شده است. شالیکاری در شالیزارهای گیلان. ابتدا برای کاشت برنج نیاز به آماده سازی زمین دارد. در 2 مرحله انجام می گیرد. ابتدا در اسفند ماه هر سال همراه با پر شدن سطح آب، شالیزارها با کمک تیلر که مخصوص شخم زدن زمینهای کشاورزی است، فرایند آماده سازی شالیزار آغاز می شود. اواسط فروردین ماه که آب به وفور در شالیزارها وجود دارد، مرحله دوم شخم زدن شروع و به موازات آن گونی‌های کنفی شلتوت به جو معروف است. برنج با پوست که محصول دست چین شده سال قبل را در داخل نهرها و جویهای آب اطراف منازل مسکونی به آب انداخته می شود. با جوان زدن این شلتوک ها در نتیجه انتقال آن به خزانه ها یعنی تونبیجار در واقعه عملیات کاشت با قد کشیدن جوانه ها تبدیل شدن به نشا یعنی تون حدود 30 سانتی‌متر که رسید نشاکاری آغاز می شود. بعد از 20 روز نشاکاری بگذرد مرحله بیجینکاری و کندن علف های هرز توسط بانوان شالیکار انجام می شود. نکته جالب این که علف های هرز کنده شده مجدداً در داخل زمین با تلاش شالیزارها چال می شود. مرحله دوم بیجینکاری بعد از 1 ماه با سبک قبلی انجام می شود. در این مرحله سمپاشی شالیزارها جهت مبارزه با آفت پلاست انجام می شود. در این مرحله شالیزارها همیشه بایستی غرق آب باشند و پس از چند ماه وقتی برنج رشد کافی کرد به اصطلاح محلی
برنج بینی یا مرحله درو برنج آغاز می شود که به همراه ساقه به انبار برده شده تا ساقه ها کاملا خشک شده تا آماده خرمن شود. اواخر مرداد عملیات برداشت شالی شروع شده و 10 روز طول می کشد. بعد درو شالی ها به مدت یک ماه کنده انبار می شود. به آن انبار کندوج گفته می شود. تا کمی بیشتر خشک شود. پس از آن خرمن کوبی انجام و شلتوک از ساقه جدا می شود. بعد از این مرحله شلتوک ها به کارخانه شالکوبی منتقل شده. سپس پوست شلتوک یعنی سبوس آن را گرفته و در دستگاه دیگری که وظیفه سفید کردن برنج را دارد انتقال می‌یابد. در نهایت با دستگاهی جهت علق کردن برنج می‌رود تا آماده برای فروش به بازار عرضه شود. در خاتمه در دهه اخیر با وجود رشد جمعیت استان گیلان نه تنها فعالیت‌های اقتصادی در استان گسترش نیافته بلکه با رکود مواجه شده است. علت آن عدم حمایت دولت از کشاورزان شالیکار و ورود برنج‌های خارجی و عدم دخالت دولت در کنترل برنج بیشتر کشاورزان از کاشت برنج چشم‌پوشی کرده اند و به بخش صنعتی این استان روی آوردند. الان در مورد جغرافی استان گیلان می‌خواهم بگم. ایران در گیلان در شمال ایران قرار دارد. و این نقشه گیلان است که مرکزش رشت است. این یک منظره از استان گیلان است. اینم یک منظره از کوههای استان گیلان است. الان می‌خوایم در مورد برنج افزش. این شالیزار در گیلان است. اولین مرحله کاشت برنج این است که شالیزارها را پر آب کنند و بعد نشاهای آماده شده برنج را در این آب بکارند و بعد از این 2 ماه باید واستند تا برنج در بیاند و این برنج است که رشد شده. دو روش برای برداشت برنج هست. یکی با تیلر انجام می شود و یکی با ماشین. و بعد اینکه این برنج ها رو برداشت کردن می برن به کارخونه برنج کوبی. و بعد از کارخونه برنج کوبی برنج حاضر فروش در می آن. تمام این کارها توسط بانوان استان گیلان انجام می شود. در این نقشه می‌بینید در قسمت سبز اونجا برنج می کنند. من یک
یک پوستر درست کردم که انواع برنج را در گیلان نشون میده. این یک جعبه از هر شیوه برنج است که خواهرم میخواد بیاره نشون بدم. اولی انواع برنج، برنج مخلوط است و بعدی برنج گرده و بعدی برنج شلتون و برنج استخوانی، قهوه‌ای، سیاه و شلتون آماده برای سفید شدن و برنج دودی هستن. مرسی. سلام. من امروز پروژه‌ام روی زعفران براتون صحبت زعفران. زعفران یا زعفران و به نام لاتین کروکاس ساتیبوس از قدیمی ترین و با ارزش ترین ادویه های جهان است. زعفران به خاطر طعم و رنگ و عطر عالی، کاربرد فراوانی در تولید فرآورده های غذایی، دارویی و شیمیایی دارد و با توجه به محدودیت کشت و تولید از فرآورده های گران قیمت به شما می رود. گیاه زعفران گیاه کوچکی است که در شرایط سخت زیستی پرورش می‌یابد. قد آن 8 تا 12 اینچ است. از وسط پیاز تعدادی برگ باریک و دراز خارج می‌شود و از میان آن برگ‌ها ساقه گلدار بیرون می‌آید که یک تاسه گل دراز دارد. به بخش کلاله قرمز به بخش کلاله قرمزی گل زعفران سرریشه می‌گوید. این بخش در ابتدای برداشت قرمز روشن است ولی به تدریج تیره می‌شود و به رنگ بنفش یا گلی یا ارغوانی در می‌آید. این گیاه تنها دو بار در سال، اول آبان ماه قبل از برداشت و اوایل آذر ماه پایان برداشت به آب نیاز دارد و تا بهار آب باران و برف برای آن کافی است. در پاییز گل‌های پررنگ و زیبای زعفران به بار می‌آیند که عطری خوش و شیرین و مزه کمی تلخ دارند. سابقه کشت زعفران در ایران به بیش از 3000 سال پیش باز می‌گردد. این گیاه رنگی و گران‌بها چون در خاک کویر به بار می آید به طلای سرخ یا طلای کویر شهرت دارد. ایرانیان از 10 قرن قبل از میلاد آن را در اصفهان و خراسان و همدان کشت می کردند. آنها تارهایی به هم پیچیده زعفران را به خدایان و ارواح بزرگان هدیه می کردند. در مراسم عروسی و جشنها زعفران را همراه گل و سکه بر سر عروس و داماد و بزرگان می ریختند و یا با مشک و عنبر دود می کردند و با گلاب می پاشیدند. همچنین از آن در ساختن داروها، عطر، مرکب و مواد شستشوی بدن استفاده می کردند. زعفران خاصیت ضد افسردگی، محرک و تقویت کننده دارد ولی مقدار زیاد آن مسموم کننده است. روایت است که اسکندر مقدونی برای مداوای زخم‌های جنگی خود از خمیر زعفران و چوب صندل استفاده می‌کرد. در کتاب‌ها آمده است که واژه زعفران از طریق زبان عربی به زبان‌های دیگر دنیا وارد شده است. ولی در حقیقت ریشه این واژه به پارسی باستان و سانسکریت برمی‌گردد. در شاهنامه هم با تلفظ زعفران آمده است. در این حال گیاه زعفران بومیه ایران و هند است و در هیچ کشور عربی به صورت طبیعی نمی‌روید. در کتاب‌های قدیمی واژه زعفران برای اولین بار در کتاب‌های ایرانیانی مثل ابوعلی سینا و رازی آمده است. حدود 2500 سال پیش
زعفران به کشمیر و چین رسید و بعد از آن به جنوب آسیا، دریای مدیترانه و کشورهای عربی رفت. منطقه کشت زعفران مثل یک زنجیر از شرق در هند تا غرب در اسپانیا گسترده شده است. در ایران کشت آن بیشتر در مناطق خشک و کبیری بوده است، مثل شهرهای قاینات، نیشابور، همدان، زابل در استانهای خراسان، فارس، کرمان، اصفهان و لرستان رواج فراوان دارد. زعفران از گرانترین ادویه‌های جهان می باشد. می تواند هم از طلا هم گرانتر باشد. برای به دست آوردن یک کیلو زعفران خوش به 110,000 تا 170,000 گل زعفران نیاز است. یک کارگر باید 40 ساعت کار کند تا 150,000 گل را بچیند. هر گرم زعفران معادل 1500 دلار است، مثالی 3600 تومان. در سال 2014 تولید جهانی زعفران 250 تن بوده است. ایران با میانگین 90 تا 93% مقام اول تولید زعفران را دارد. اسپانیا مقام دوم و کشورهای هند، سنگاپور، مالزی، مراکش، ایتالیا و فرانسه مقام سوم را دارند. چون زعفران بسیار گران قیمت است، از قدیم در تولید و فروش آن تقلب می‌کردند. در ایران باستان مجازات‌های شدیدی برای خلافکاران نظر گرفته شده است. مهمترین تقلبی که به عنوان زعفران صورت می‌گیرد، گلرنگ می‌باشد که شبیه زعفران است و ایجاد رنگ زرد می‌کند. گاهی برای اضافه شدن وزن به آن روغن، آب نبات، شکر، نمک و عسل اضافه می‌کنند. به جای ریشه‌های زعفران از ریشه‌های ذرت یا ریشه‌های گوشت خشک شده استفاده می‌شود. بهترین نوع زعفران دختر پیچ نام دارد که 100% طبیعی است و سریشه دست نخورده دارد. مانند رشته نخ قرمزی است که پایین آن سفید و نیمه بالای آن قرمز است. زعفران بعد از آسیاب شدن باید دور از رطوبت و نور در یک ظرف شیشه‌ای نگهداری شود که از بخار شدن مواد معطر و کم شدن طعم و خاصیت آن جلوگیری شود. مرسی. حالا نوبت آیسا طالب نژاد و روژین است و بعد از آن سرای آبدی. سلام، اسم من آیسا هست. سلام، اسم من روژین و ما امروز در حال داریوش اول میخواییم اجرا کنیم. داریوش اول هخامنشی. داریوش بزرگ داماد کوروش و سومین پادشاه هخامنشی بود. او در سال 549 قبل از میلاد به دنیا آمد و در سال 486 قبل از میلاد از دنیا رفت. دینه او زالتشت بود و آرامگاه او به نام رستم دار نه
نزدیک شیراز است. قلمرو فروان فرمان فروایی داریوش اول شامل تم آسیا مرکز قسمتی از بلغارستان، مصر، شرق لیبیا و سودان، هند و پاکستان و یونان میشود. خدمات یک آغاز ساخت تخت جمشید دو ارتباط دادن دریای مدیترانه و دریای سرخ سه ایجاد راه ساحل چهار ایجاد سپاه جاویدان پنج تکسایم قلمرو شاهی به چندیم شهربانی شش تنظیم مالیات ها هفت یکسان کردن با واحد پول و واحد اندازه گری هشت بازه ساز نیایشگاه دریا برای مردم مصر داریوش یکم در کتاب مقدس داریوش همچنین در بازسازی معابد یهودیان که توسط بوخت‌نصر ویران شده بود به یهودیان یاری کرد. نام داریوش بزرگ در کتاب مقدس عهد عتیق در 25 آیه ذکر شده است. سیاست دینی داریوش همه دینها را به یک چشم می‌نگریست و از تعصب دینی رویگردان بود. در نتیجه همه تابعانش از آزادی دینی برخوردار بودند. میراث داریوش برای فراهم آوردن نسل درست جهانی از تحمل هیچ سختی رویگردان نبود. او پادشاهی بزرگش را تا دورترین روستاها هم نزد و سامان بخشید. این نتیجه دیوانی بود که حتی از دیدگاه امروز هم بی همتا شمرده می شد. سر در اداره پست نیویورک نه برف، نه باران، نه گرما، نه تاریکی شب نمی تواند این پیک ها را از انجام تند و تیز وظیفه‌شان باز دارد. داریوش بزرگ هخامنشی در صدر اداره پست نیویورک کتیبه
بیستون در نزدیک های کرمانشاه وصیت داریوش اهور خدایشان این کشور را از لشکر دشمن از خوشسالی و از دروغ پاس دارد سیارک داریوش به افتخار داریوش هخامنشی سیارک داریوش به نام و نامداری شده بود We'll be doing the play with the help of our friends Malika and Kiara Piri. This play is about King Darius and is called What is the Strongest? The contest between King Darius' three bodyguards. The debate of the three bodyguards. One day, the three young men of the bodyguard who kept guard over the king said to one another, let each of us state what one is the strongest thing in the world. And to the one whose statement seems the wisest, King Darius will give rich gifts and great honors of victory. Then each wrote his own statement, and they sealed them and put them under the pillow of King Darius. The first wrote, wine is the strongest. The second wrote, the king is the strongest. And the third one wrote, women are the strongest. But above all things, truth is victor. Call the young men, and they shall explain their statement. و من میخوام برای شما درباره
تخت جمشید صحبت کنم. بنای تخت جمشید در سال 518 پیش از میلاد به فرمان داریوش شروع شد تا نمادی از صلح و برابری در جهان باشد. ساخت تخت جمشید 188 سال طول کشید. تخت جمشید هزاران سال زیر زمین مدفون بود و در سال 1310 کشف شد. تخت جمشید 125 هزار متر مربع است. بعضی از بخش های مهم تخت جمشید سرای نشیمن، خزان شاهی و دروازی خشایار شاه است. تخت جمشید برای کارهای مختلف مثل ستاره شناسی، جشن‌های نوروزی، مراسم مذهبی و استراحتگاه استفاده می‌شود. تخت جمشید نزدیک شهرهای مهم در رودخانه بود. یکی از نکته‌های مهم و جالب درباره تخت جمشید این است که هیچ کدوم از کارگران ساخت تخت جمشید بر برده نبودند. آنها حقوق و مزایا داشتند. اسکندر مقدونی در حمله به ایران در سال 331 قبل از میلاد تخت جمشید را آتش کشید. بعضی تاریخ‌دانان این اتفاق را و بعضی آن را انتقام به تلافی گیرانی شهر آتن می دانند.
مرسی سرایا. ارائه پروژه ها تمام شد و شما ها می توانید در مورد جوایز تصمیم بگیرید. قبل از اینکه شعر الفا رو بخونیم، کیان هنردوست می خواد یک قطعه موزیک برامون بزن. پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت. چرا ملک جهان به جوی نفروشم؟ تا نگری از طفلک حلوا فروش دیگه بخشایش کجا آید به جوش؟ سواب روز آل و هر قبل آن کس برد که خاک میکده عشق را زیارت کرد. حافظ. جهان سر به سر حکمت و عبرت است. چرا بهره ما همه غفلت است؟ چشم دل باز کن تا جان بینی، آنچه نادیدنی است آن بینی. حالت سوخته را سوخته دل داند و بس، شم دانست که جان دادن پروانه ز چیست. توید شیرازی. خدا را بر آن بنده بخشایش است که خلق از وجودش در آسایش است. سعدی. درخت به دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد. ذات نایافته از هستی بخش، که تواند که شود هستی بخش. سد. رسید مژده که ایام بگم نهاهد ماند، چنان نماند و چنین نیز نهاهد ماند. حافظ. سکار هر که یک مشکل گشایی، به خود صد مشکل آسان کرده باشی. ژاله بر لاله فرود آمد نزدیک سحر، فراست بر عارض گلبویه آرد کرده یار. سد. سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. حافظ. شکر نمک، نمک قد از اون کند، کفر نمک از حسد بیدون کند. مولانا.
صبر تلخ آمد ولیکن عاقبت میوه شیرینی دهد پرمنفعت. مولد زمیر پاک آن مرغ سخنساز چو این افسانه کردم پیشش آغاز. شد از حال دل پر دردم آگاه چو آتش گشت و شد با باد همراه. عبید زاکانی. توتی گویا شدم چون شکرستانم است. بلبل شیدا شدم چون گل و گلزارم است. بلد ظالمی را خفته دیدم نیمود. گفتم این فتنه است حالش برده به سعدی. عید اومد و عید اومد یاری کسید اومد. عیدان فراوان شد تو با چنین بادا. بلوی قرض نقشیست که از ما باز ماند که هستی را نمی بینم بقایی. فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش. گل در اندیشه که چون عشق کند در کارش. حافظ قطره ای که از جویباری می رود از پی انجام کاری می رود. پروین اتصالی. کسی کو با تو نیکی کرد یک بار همیشه آن کلی یاد می‌دار. ناصر خسرو گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل. سعدی لاله دیدم روی زیبای تو هم آمد بیاد. شعله دیدم سرکشی های تو هم آمد بیاد. رهی معایری مازه بالایم و بالا میرویم. مازه دریایم و دریا میرویم. مولاوی نابرده رنج گنج میسر نمیشود. مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. زدی وفا نکردی و کردم. جفا ندیدی و دیدم. شکستی و نشکستم. بریدی و نبریدم. نکتر عویستا هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد بیگمان عیب تو پیش دگران خواهد برد. سعدی یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور. کلبه احسان شود روزی گلستان غم مخور. حافظ خیلی ممنون از بچه ها و این بچه ها این شعرها رو به همت خانم الهی بچه ها کمک کردن زبان یاد دادن ازشون تشکر کنم و مجموعه فعالیت های ما توی یک کتاب اسم کتاب سال. امیدواریم که این سال این کتاب هر سال بتونیم برگزار بدیمش بیرون. البته با همت شما اگر بخرید تو این کتاب دو صفحه فاده رو میخواست که برای خانم صنایعی و یکی هم خانم طاهریان دلون میخواست که یه صفحه ای از ایشون داشته باشیم به خاطر اینکه هر دوتاشون برای سالیان زیاد زحمت کشیدن. با خانم صنایعی من دو سه بار ایمیلی صحبت کردم. ایشون بایوشون رو نفرستادن، اطلاعاتشون رو نفرستادن. از خانم طاهریان هم با شاگرداش عکس گرفتم که عکسش تو کتاب هست و چندین بار از ایشون خواستیم که بایوشون رو بفرستن هم از طریق ایمیل هم تلفن هم حضوری. حتی یه زمانی که پدرام بود به پدرام گفتم اگه مامانت فرصت نمی کنه
شما یه چیزی بنویس بدین، چون واقعا دلم می‌خواست که این سفر از شما باشه و چون برنامه داریم این کتاب هم هر سال ادامه بدیم، اگر سال دیگه سلیقه‌تون میره و خواستید پایاتون و عکستون رو بدین، ما حتما یک سفر رو با شاگردای شما به شما اختصاص میدیم. در هر صورت خیلی ممنون از همتون. من یه سری گل و امسال به خاطر 25مین سال کلاس فارسی یه تروفی برای معلم ها گرفتم که بهشون میدم. بلند؟ شام بود که هر شام مجبور شد بره
بچه های کلاس فارسی و همه ما بفرمایید. مرسی. بچه های که حروف الفبا رو بازی کردن به دختر با من خیلی زحمت کشیدن. یکی دونه گیف سرتیفیکیت کالری داریم که بتونی همه تو با هم گروهی بدیم. پروژه‌ای که با بچه‌هاشون همکاری